ایران رو که میشناسید پر است از توهین کننده به چهار خلیفه و به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. میگویند در کتابهای شما اومده که عمر رضی الله عنها گفته گفته اند من زمانی جاهل بودم، مگر می شود فردی جاهل خلیفه و پیشوا باشد؟ از شما خواهش دارم یک جواب آنچنانی برایم بفرستید که اینان در جواب مات و مبهوت بمانند. ببینید، جاهل بودن به معنی دانشمند، یعنی در مقابل دانشمند بودن قرار نمیگیره. زمان قبل از اسلام رو اسمش زمان جاهلیته، چون بعضی از احکام درش بود، احکامی بود یا بعضی از اعمال درش بود که این اعمال نشانه از نادانی و نبودن علم هست. و در مقابل خداوند قرآن رو علم نامیده، جایی که خداوند به پیامبرش میگه و قل ربی زدنی علما، اون جایی که وحی برش میگه خدای علم منو زیاد کن، علم یعنی وحی بیشتری بر من بفرست، منو آگاه تر کن. در زمان قبل از اسلام بت میپرستیدند، چوبی که خودشون، سنگی که خودشون تراشیده بودند، یا گاهن حتی از خرمایی که در تو مسیر سفر با خودشون برده بودند از همون خرما یه بت میساختند و اون را عبادت میکردند، بعد مینشستن بت رو هم میخوردند، یعنی همون خرماها رو هم میخوردند. و اینها بحث جاهلیت است. یا اینکه بر سر چیز کوچکی تعصبی داشتند که تعصب جاهلی معروفه، اینکه هر قبیله خودش رو بر دیگران برتری میدانست، اینکه کسی بگه من برترم یک امر جاهلیت هست، و رباخاری که در جاهلیت بود امر جاهلی بود، و همچنین بحث جنگ های طولانی که به خاطر چیزهای بسیار کوچک رخ میداد بینشون امر جاهلی بود. اینا امور جاهلیته، جاهلیت تعصب نجات پرستانی یک شخص رو اسمش جاهلی بود. جایی که ابوذر وقتی که بلال رو میبینه با بلال حرفشون میشه و به بلال به طعنه میگه، میگه به اینکه سیاه پوست بود میگه پسر زن سیاه. و وقتی این رو بهش میگه رسول الله علیه السلام بهش میگه انت امرؤن فیک الجاهلیه، تو کسی هستی که درت جاهلیت هست، یعنی این نشانه جاهلیت. با وجود اینکه ابوذر یکی از شخصیت های بسیار بزرگ بود و پیامبرشون رو خیلی دوست داشت، ولی به این معنی نیست که معصومه. همه بشر، همه بشری که در اون زمان بودن بعضی از عادات جاهلی رو هنوز هم داشتن، ولی کم کم اسلام اومد اون عادات و اون تقالید و اون اموری که مرتبط به جاهلی بود رو کنار گذاشت و بهشون گفت این رو کنار بذارید. لذا وقتی که حضرت عمر میگه که من درم جاهلیت بود، یعنی همون چیزی که در زمان جاهلی بود، وقتی که هنوز مسلمان نشده بود، ایمان نیاورده بود، خب بت پرست بود، بت پرستی امر جاهلیه. ولذا ایشون این گونه است که میگن من درم جاهلی، نه به این که شما فکر کنید کسی چیزی نمیدونست. نه، حضرت عمر یکی از شخصیت های بسیار ملهم و صاحب بصیرت بود. به خاطر همین خیلی از کتاب هایی نوشته شده در مورد موافقات حضرت عمر با وحی و چیزهایی رو میگفتند که بعدا وحی نازل میشد. در مورد حجاب، در مورد ستر شدن و حجاب به زنان پیامبر پیشنهاد داد به رسول الله علیه الصلاه و السلام و بعدش آیات نازل شد. و در موارد مختلف دیگری این وجود داشته و یا دعا میکرد که خدایا در مورد مشروبات الکلی یک امر شافی و وافی و کافی رو برای ما بفرست. و اینها در مسائل خیلی زیادی دیگری، اجتهادات حضرت عمر دلیل بر فقه و فهم ایشون هست که بیشترین اجتهادات رو در میان صحابه داره و در امور اجتهادات سیاسی ایشون بسیار بسیار قابل تأمل هست و هر کسی که بخواد در مورد فقه سیاسی در اسلام بدونه باید حتما بره و مطالعه داشتن بکنه در مورد خلافت حضرت عمر و آگاهی های ایشون در این باب. لذا بعضی وقتی گفته میشه کسی درش جاهلی بوده، به این معنی نیست که شما فکر کنید که انسان نادانی بوده است، نه، یعنی بعضی از عادات دوران جاهلیت درش بوده است.